توی این ویدیو ماجرای خانه وحشت تهران رو براتون تعریف میکنم. خونه‌ای که دختران فراری یا شهرستانی رو اغفال میکردن و میآوردن اونجا و ازشون سوء استفاده‌های مختلف رو انجام میدادن. و ماجرای زندانی کردن توی کمد دیواری و قتل و زندگی کردن در کنار جنازه‌های مختلف رو هم بهتون میگم. و ابعاد پنهان این ماجرا و تصاویر عجیب غریب از این خونه وحشت رو برای اولین بار بهتون نشون میدم. پس توی ویدیو امروز با ما همراه باشید. برای اینکه ویدیوهای جنجالی بعدی رو هم از دست ندید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. سلام رفقا، به کانال خودتون کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. ماجرای این خونه وحشت خیلی مفصل و طولانیه، بخوام خلاصه براتون تعریف کنم. یه فرد نسبتاً جوونی بوده به اسم سعید که انواع اقسام خلاف‌ها رو هم مرتکب شده بوده، ولی در ظاهر توی ترمینال‌های اتوبوس می‌رفت و واسه مسافرخونه‌های مختلف مسافر جور می‌کرده و می‌برده، ولی در واقعیت هم توی ترمینال‌ها دنبال مسافر نبوده، دنبال طعمه‌هایی بوده که اقبالشون کنه و بیاره خونه خودشون. و معمولاً هم تومه‌هاش دخترای فراری بودن که به هر دلیلی از خونه فرار کرده بودن، یا از شهرستان اومده بودن به تهران، یا از تهران می‌خواستن به یه شهری فرار بکنن. و این فرد که امیر نام داشته این افراد رو شناسایی می‌کرده و به بهونه اینکه من پلیس هستم و بیا بریم کمکت بکنم، اونا رو می‌برده خونه‌شون و ازشون انواع اقسام سوء استفاده‌ها رو می‌کرد. جالبه بدونید که خونه این فرد داخل شهر تهران هم هست، یه منطقه دور افتاده ای نیستش، توی منطقه کومل که تقریبا میشه جنوب غرب تهران. اما این فرد چجوری شناسایی میشه؟ همونطور که گفتم این فرد انواع اقسام خلاف ها رو مرتکب میشده و پلیس هم رد یه سارق و دوز رو به این خونه میگیره و وقتی که وارد خونه میشه متوجه میشه که داخل خونه دو تا دختر برهنه که یکیشون توی کمد زندانی شده بوده و یکیش هم توی اتاق بوده و یه جسد که نایلون پیچ شده بوده، معلومه چندین ماه بوده که این جسد رو توی اتاق نگهداری میکرده، روبرو میشه و پلیس تازه میفهمه که این خلاف کوچیکش سرقت بوده و خلافهای دیگه ای هم داشته. از اون طرف که احتمال میداده این امیر مراجعه میکنه به خونه، کمین میذارن داخل خونش و ماشینای پلیس متفرق میشن و دم غروب خود این امیره هم میاد و اونجا میتونن دستگیرش بکنن. این امیره با کمک خواهر و برادر نسبتا مسنش کارها و خلافایی که انجام میداده رو مرتکب میشده و حتی برادر مسنش هم به عنوان نگهبان خونه گذاشته بوده که دختره وقت سر و صدا نکنن یا فرار نخواهن بکنن. و پلیس توی اولین تحقیقاتش متوجه میشه که این دوتا دختری که توی خونه هستن، یکیشون حدودا 5-6 ماه هستش و یکیشون نزدیک 3 ساله که توی این خونه زندانیه و اصلا خارج از خونه توی این 3 سال نرفته و کلن هم غذا بهشون نمیده و بعضی وقتا یه نون خوش با یه چی که آبی میده که فقط اینا از گشنگی نمیرن. و انواع اقسام تجاوز و سوء استفاده رو به این دخترها نسبت داشتن. اما این دوتا دختر صحبت های عجیب غریبی هم انجام دادن. یکیشون که حدوداً 8 ماه پیش از یه شهرستانی اطراف تهران از خونه پدریش فرار میکنه به خاطر اختلافاتی که با خانوادش داشته و میاد شهر تهران و این فرد اونو اغفال میکنه و یه جورایی میاره خونش و 8 ماه توی کمد دیواری اونو مخفی کرده بوده و زندانی کرده بوده. و فرد دومم که حدوداً 3 سال توی این خونه زندانی بوده، ساکن محله تهران پارس تهران بوده و 3 سال بوده که پاشو از این خونه بیرون نذاشته بوده و خودش حالا مدعی بوده که به خاطر تهدیدهایی که ما شدیم این فرد ما رو ترسونده بوده و گفته بوده که اگه قصد فرار کردن داشته باشن اونا رو میکشه. گویا مجبورشون هم کرده بوده و یه سری صحبت ها علیه نظام و دین و اینجور چیزا انجام داده بودن که باز یه تهدید دیگه کرده بوده، گفته بوده که اگه فرار بخواید بکنید این فیلم ها رو پخش میکنم که هر جا باشید پلیس بگیرتتون و بدتر از این سرنوشتی که اینجا دارید و توی زندانهای پلیس داشته باشید. با این حرفا و این کارا یه جورایی این دخترها رو ترسونده بوده و توی این سالها توی خونهش نگهداری کرده بوده و یه جورایی زندانی و برده جنسی این فرد بودن. در مورد قتل اون دختری که حالا جنازش توی اتاق خواب نایلون پیچ پیدا شده، یکی از دختر رو توضیح میده که حدوداً 5 ماه پیش این دختر رو توی حوالی میدون راه هم پیدا کرده بوده و آورده خونه و چون که این فرد به من بیشتر از این دختر توجه میکرد، دختر حسودی شد و به این فرد اعتراض کرد و همین باعث درگیریشون شده که در نهایت با پیشگوشتی اونو به قتل رسوندن.
و جنازش هم حالا نمیدونم به دلیل نامشخصی نایلون پیچ کردن و گذاشتن گوشه اتاق. حالا نمیدونم چیکار میخواستن بکنن با جنازه. 4 ماه این جنازه اونجا بوده و اینطور که حالا این دخترها میگن میگفتن که همسایه فضولی مثل این که داشتن و از ترس اینکه ما بودا همسایه بفهمن این جسد رو اینجا نگه داشته بوده و هر چند روز یه بار هم میومده یه نایلون جدید دوباره روی این جنازه میکشیده و پنجره هم یه چند ساعتی باز میذاشته که هوا عوض بشه و بوی تعفنش توی خونه پخش نشه. دختر دیگه ای هم که توی این خونه زندانی بوده میگه من از خانواده ترد شده بودم و بیخارمان بودم و وقتی سعید رو توی محدوده یکی از مسافرخونه ها دیدم فکر کردم که میخواد بهم کمک کنه و بهم جا و مکان بده. واسه همینم بهش اعتماد کردم و رفتم خونش و اونجا بودش که 3 سال الان من توی این خونه زندانی هستم. حالا اینطور که صحبت میکرده به خاطر اینکه ترد شده بوده از خونه و جا و مکانی نداشته ترجیح میداده که همینجا زندگی بکنه و خیلی هم انگار تمایلی نداشته برای اینکه فرار بکنه و بره از این خونه بیرون. همسایه این فردم هم حالا همونطور که بازجویی ازشون شده گفتن که میدونستیم این انواع اقسام خلاف ها رو داره و خیلی هم ازش آسی بودیم ولی دیگه نمیدونستیم حجم خلاف هایی که انجام میده در این حد وسیع و مرتکب قتل و اینجور چیزا شده. اونطوری که خود این دخترهای قربانی حالا ادعا داشتن این بوده که یه نفر سومی هم بوده که همین جسدی بوده که توی اتاق مشموپیچ پیدا کردن و حدوداً 4 ماه پیش قصد داشته که از خونه فرار بکنه که با این امیره درگیر میشن و امیره هم با پیشگوشی اونو به قتل میرسونه و حالا نمیدونم چرا داخل مشما میپیچه و 4 ماه گوشه خونه جسد این دختر رو نگهداری میکرده. خونه این فرد حالا همونطور که تو تصاویرم میبینید خیلی خونه نامرتبی بوده و پر از تهسیگار و آشغال و لباسهای زنونه بوده و یه تعداد خیلی زیاد کفش زنونه توی این خونه پیدا شده که احتمالاً برای قربانیهای قبلی این مرد بوده. توی چند وقت اخیرم چندین جسد مجهول الهویه هم توی این منطقه پیدا شده که احتمال میدن پلیس قربانیایی بودن که این فرد اونا رو به قتل رسونده. البته یه بار سال 94 هم این فرد به خاطر قتلی که انجام داده و یه خانوم رو مثل اینکه کشته محکوم میشه که در نهایت با پرداخت دیه آزاد میشه از زندان و مرتکب این جنایتایی که توی این سالها انجام داده و تازه صداش در اومده میشه. پس الان نتیجه میگیریم که واقعا شاید خیلی وقتا واقعا شاید کار درستی نیست و اینجور افرادی که حالا به دلیل مشکلات بیماریهای روانی که دارن یا بزهکاریهایی که توی وجودشون هستش بهتر هستش که یه مدت طولانی زندان بمونن یا اصلا اصلاح پذیر نیستن و همون بهتر که اعدام بشن. نظر شما چیه؟ حتما نظرتون تو بخش کامنت ها برامون بنویسید، بگید به نظرتون افرادی مشابه این فرد رو باید چیکار بکنن. حمایت از کانال ما هم فراموش نشه، حتما این دکمه قرمز رنگ سابسکرایب که این پایین هست رو روش کلیک کنید و اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. اگر هم ویدیو براتون مفید بود و دوست داشتید یه لایک بزنید که از ما حمایت بشه. الانم روی صفحه چند تا ویدیو دیگه به شما پیشنهاد داده شده که میتونید در ادامه اونا رو هم تماشا بکنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.